چرا شما اصلا وارد عرصه سینما شدین و چرا تو این فضا خواستین کار کنید؟ این علاقه به این مدیوم بوده یا نه؟ نه کاملا علاقه بوده، هر چقدرم سعی کردم سمتش نرم نشده، به این دلیل که من دانشجوی مهندسی هم و توی ایام دبیرستان کاملا این چالش داشتم که سینما بخونم، ادبیات بخونم، یا اینکه دروس ریاضی رو ادامه بدم چون درسم خوب بود و خب تقریبا تمام مشاورم این بحثی که گفتم برید سراغ دست سینما، من چون علاقه داشتم برید سراغ بحث ریاضی و اینها، من رفتم چون درسم خوب بود و دانشگاه خوبی هم قبول شدم، ولی سینما علاقه اولم بود، یعنی ترم 4 و 5 دیگه برای محرز بود که نمیخوام تو این فضای مهندسی کار بکنم. یعنی مدیومو دوست داشتی؟ آخه میدونی که اون انگی که مثلا به قسمت از جریان اصولگرایی میزنن اینه که آقا شما اصلا سینما واسهتون مهم نیست و دیدین خواستین فضا خالی نباشه، عرصه رو ندین به رقیب اومدین تو این عرصه. نه واقعیتش اینجوری نیست، چون یعنی من یادمه که مثلا میزانسن خوبی نیست که مثلا برای اثبات خودمون بخوام این مدیوم شما دوست دارین بگم کلن. ولی این که مثلا من برای مثلا فیلم رستگاری در ساعت 8 و 20 دقیقه سیروس الوند چیزی نزدیک 10 ساعت صف وایسادم توی جشنواره فجر، چون فکر میکردم که این فیلم ممکنه توقیف شه و اینا رو اونایی که جشنواره فجر صف وایسادن میفهمن که مثلا بعضی وقتا فیلم بر اساس ارزش سینماییشون لزوماً جذاب نیستن به دلایلی که ممکنه بعداً دیده نشن یا توقیف بشن، آدم هم واسه شون صف میکشن. و چون این فیلم رو سازم چون خیلی فیلم بدی بود، خیلی فیلم بدیه و هیچ ارزشی کدوم 10 ساعت که نه سینما سپیده 10 ساعت که نه ارزشی نیم ساعت هم صف نداشت واقعا. ولی خب یا مثلا برای فیلم شبانه روز آقای علی محمدی بنکدار، چون مثلا یه طیف روشن فکری توی صفهای فجر تعریف میکردن که مثلا این فیلم خیلی فیلم عجیب و خاصی بود، ما رفتیم مثلا 5-6 ساعت صف وایسادیم. یا برای فیلم بید مجنون آقای مجید مجیدی، شبی که برف میومد تا 11 شب صف وایسادم با برادرم و بعد بهم گفتن که بیلیت، یعنی رسیدم پای باجه بهم گفتن بلیت تموم شده. برای فیلم گاهی واسمان نگاه کن آقای تبریزی که توی جشنواره بود که هیچ فیلم مهمی توش نبود، فیلم مهمش هم مثلا فیلم آتش سبز آقای اصلانی بود که اینقدر بد بود که مخاطبا زده بودن میله پیله سینما و شیشه و اینا رو پایین آورده بودن و توی اون جشنواره خب مثلا برای این فیلم صف طویلی تشکیل شده بود. اون موقع یادداشت نمی‌نوشتی؟ نه اصلا، دبیرستان بودم و فقط یادمه که سال کنکور نرفتم.